السلام علیکم بیننده های عزیز گرامی، برنامه اخبار است از تلویزیون تاجیکستان. 5 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی برای بنیاد بنای نوی کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت سنگ اساس گذاشتند. 5 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی برای بنیاد بنای نوی کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت سنگ اساس گذاشتند. ضمن شناسایی لایحه به سروری دولت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که انشاءات نوی کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از 4 بنای 3 و 16 آشیانه و تخخانه عبارت بوده، دارای 12 مجلسگاه بر هوا، تالار با 500 جای نشست و آشخانه با 160 جای نشست پیش بینی گردیده است. ساختمان بنای کمیته انداز از طرف شرکت ما و از طرف شرکت قزاقستانی به نام کانستروکتور 80 تهیه شده است. بنا از 16 آشیانه عبارت است. با ساختن این بنا یک گوشه پایتختمان زیبایی آباد می شود. بنای نو در اساس نقشه جنرالی شهر دوشنبه در مساحت 9145 متر مربع ساخته شده، صحنه آن مطابق به طلبات لایحه‌ای زیبایی و نظربا گردانیده می شود. در این شعات بنیاد شونده 15 ریاست و 36 شعبه کمیته مذکور جایگیر گشته، در آن 360 کارمند فعالیت خواهند کرد. در این بنا 6 لیفت زمانوی نیز نصب کرده می شود. بغیر از سوژه‌های برهوای کاری با شرایط های زمانوی، در تهخانه بنا برای 230 ماشین توقفگاه زیر زمینی بنیاد می گردد. در بنای نوی کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن صفت خدمت رسانی ها به انداز سپرندگان مطابق به طلبات زمان معاصر و بهتر نمودن ثمرانوکی فعالیت مقامات انداز امکانیت ها فراهم خواهد شد. لایحه مذکور با نظرداشت طلبات معماری و شهرسازی معاصر عملی می‌گردد. در این شعات عنصرهای جای داده می‌شود که افادگری تاریخ و فرهنگ عبرت‌آموز مردم تاجیک بوده، شکوفایی، ثبات و پیشرفت تاجیکستان را در دوران صاحب استقلالی کشور انعکاس خواهد کرد. 5 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در ناحیه اسماعیل سامانی بنای نو سود عالی جمهوری تاجیکستان را با استفاده دادند. 5 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در ناحیه اسماعیل سامانی بنای نوی خوشتر و زمانوی سود عالی جمهوری تاجیکستان را با استفاده دادند. این شو در اساس دستور سپارش های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به خاطر فراهم آوردن شرایط مساعد فعالیت برای کارمندان مقامات سودی بنیاد گردیده، دارای شرایط پیشرفته کار و خدمت رسانی میباشد. بنای سود عالی از 15 آشیانه عبارت بوده، ساختمانی آن از جانب دیرکسی ساختمانی انشاءات حکومتی دستگاه اجرائیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با خرج قریب 185 میلیون سومانی از حساب مبلغ‌های بودجتی با صفت بلند و با رعایت معیارهای ساختمانی انجام داده شده است. با سروری دولت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که بنای نو سود عالی دارای 171 حجره کاری، مجلسگاه با 400 جای نشست، 8 تالار محاکمه سودی، بایگانی پرونده‌های سودی، حجره‌های قبول شهروندان، جای نگاه داری سود شونده ها، تالار برای کنفرانس های مطبوعاتی، کتابخانه انانوی و الکترونی، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان بوده. همه حجره ها طبق استاندارد های مطلوب جهازانیده شده است. در تهخانه بنا توقفگاه برای 25 واسطه نقلیات موجود است. آرایش ظاهری انشاءات با استفاده از تخت سنگ های خارا و مرمر صورت گرفته، نمای بنا با استفاده از عنصر های ملی صنعت بلند معماری معاصر و با اسلوب خاص نقش و نگار تاجیکی زینت داده شده است. حجره ها، تالار های مجلس گذرانی و پیشتالار ها با نقش و نگار ملی، شیشه بندی و با سنگ های طبیعی آرایافته است. برای آرایش داخل بنا کندکاری های گچی، پنل ها از نوع چوب های قیمت بها و رنگ های اعلی صفت استفاده کرده شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اسنای شناسایی با امکانات های بنای نو با صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده، انشاءات را تحفه ارزنده حکومت جمهوری تاجیکستان با کارمندان مقامات سعودی کشور با استقبال سالگرد 35 استقلال دولتی جمهوری
تاجیکستان نامیدند. رهبری دولت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از بنای نوی سودی عالی ذکر کردند که با استفاده از شرایط فراهم آورده شده کارمندان مقامات وظیفه دارند که حقوق، آزادی انسان و شهروند، منفعت دولت، تشکیلات و مؤسسه‌ها، قانونیت و عدالت را به طور باید و شاید حفظ کرده ولایت قانون را تامین نمایند. قامت افراختن بنای نو زمانوی سودی عالی جمهوری تاجیکستان در یکی از کوچه‌های مرکزی پایتخت کشور به زیبایی بیشتری شهر دوشنبه مساعدت کرده، ادامه منطقی تطبیق عملی سیاست بنیادکارانه رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان و شهرداری پایتخت میباشد. ذکر باید کرد که بنای پیشتره سودی عالی جمهوری تاجیکستان واقع در کوچه نعمت قرابایف در سالهای 1970 همچون تالار فرهنگی به استفاده داده شده، به طلبات فعالیت مقامات سودی چندان جوابگو نبود. نارسایی حجره های کاری، تالارهای محاکمه سودی و مجلسگاه و دیگر انشاءات سبب شد که با هدایت و راهنمایی های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساختمان بنای نوی سودی عالی روی دست گرفته شود. این اقدام پیشوای ملت از جانب کارمندان مقامات سودی کشور پذیرایی صمیمی پیدا کرد. باید گفت که از طرف حکومت کشور بابت تامین مستقلیت حاکمیت سودی توسط زیاد کردن واحدهای کاری سودیه ها و کارمندان دستگاه سودها، افزایش مبلغ گذاری مقامات سودی، تامین سودها با بنا و تجهیزات معاصر و غیره پیوسته تدبیرهای عملی اندیشیده می شوند. در عموم تامین شرایط ضروری مادی و تکنیکی به خصوص با بنا و تجهیزات معاصر تامین کردن سودهای شهر و ناحیه ها مورد توجه خاص قرار دارد. محض با تشبث های بی واسطه و دستور و هدایت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مقامات سودی در قطار دیگر ساحه های کشور سالهای اخیر رشد و تکمیل می یابد. در این دوره برای باز هم بهتر گردانیدن شرایط کاری یک قسم بنای سودها با طرح زیبای معماری و آرایشات ملی ساخته شده با تمام تجهیزات معاصر تامین شد. بناهای نو با نظرداشت شماره عمومی کارمندان، تالارهای ضروری برای گذرانیدن جلسه های سودی، حجره های کاری دارای شرایط ضروری و هیئت خدمت‌رسان آماده می‌گردد. با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان دوام سالهای 2000-2024 در 14 شهر و ناحیه جمهوری بنای سودها از نو ساخته و به استفاده داده شد. بهداشت وضع اجتماعی سودیه‌ها خصوصا با منزل استقامتی خدمتی تامین کردن و دوره به دوره زیاد نمودن مزد کاری آنها یکی از عوامل های تحکیم حاکمیت سودی می باشد. طی سالهای 2000-2024 با توجه حکومت جمهوری 80 کارمند مقامات سودی ولایت و شهر و ناحیه های کشور با منزل های استقامتی خدمتی و قیده های زمینی نزد حولگی تامین گردیدند. با چنین یک طرح زیبا بنیاد و استفاده دادن بنای نو سودی عالی جمهوری تاجیکستان که بنای مذکور به همه طلبات و استانداردهای جهان معاصر جوابگو میباشد، یکی از تدبیرهای مهم و نجیبانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در بلند برداشتن نقش حاکمیت سودی به حساب میرود. سال 2024 برای مردم تاجیک سال بسا تاریخی به حساب میرود، زیرا محض در همین سال سه شاخه مستقل حاکمیت دولتی، حاکمیت قانونگذار، حاکمیت اجرایی و حاکمیت سودی دارای بنای معموری خوشتر و زمانوی خود گردیدند. با استفاده از این فرصت ما کارمندان مقامات سودی منتداری بیکنار خود را به پیشوای معظم ملت بیان می داریم. باعث افتخار و سرفرازی است که در دایره تشبث های سازنده پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، ما کارمندان مقامات سودی صاحب بنای نو زمانوی خوشتر و زیبا و مجهز با همه شرایط های لازمی گردیدیم. سپاس بی اندازه خود را به پیشوای معظم ملت می رسانیم که همه ساله چندین بناهای نو بنیادی مطابق به طلبات معماری معاصر را به وزارت و اداره ها و مؤسسه های دولتی تقدیم می نمایند. امروز بنای نو سودی عالی جمهوری تاجیکستان از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار گرفت که این اقدام سازنده و بزرگ و نجیب رهبر دولت در تاریخ ملت تاجیک به حرفهای زرین نوشته خواهد شد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تامین کفالت های حمایت حقوق و منفعت های مردم تاجیکستان پیوستن نسبت به مقامات سودی کشور توجه خاصه ظاهر می‌نماید که ما سودیه ها با درک بلند مسئولیت شناسی دستگیری های دائمی او را احساس می نماییم. افتتاح بخشیدن به بنای نو سودی عالی جمهوری تاجیکستان دستگیری نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
و مقامات سودی کشور می باشد. باید مخصوص قید نمایم که بینای نوی سودی اولی جمهوری تاجیکستان و دستگیری به وسیله اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و طرح نو زمانوی مطابق با خصوصیات خاص فعالیت سودی ساخته به انجام رسید که موافق لایحه انگاروی آن از 15 آشونه عبارت می باشد و در آن اتاقهای کاری برای سودیه ها کارمندان دستگاه سودی عالی اینچنین تالارهای مجلسگاه سودی پیشبینی شدند و با تجهیزات های نو زمانوی مجهز گردانده شدند. کتابخانه الکترونی که امروز در بینای سودی عالی جمهوری تاجیکستان با استفاده داده شد یکی از نوگونه های مهم به حساب می رود، چون که اکنون هر یک کارمند سودی عالی جمهوری تاجیکستان و ساختارهای تابع آن امکانیت دارند که از آن استفاده برند و از آن ادبیات های حقوقی و دیگر صنعت هایی که برای فعالیت کارمندان مقامات سودی ضرور است استفاده نمایند، چون که کتابخانه مذکور با شبکه های اجتماعی اینترنتی پیوست بوده برای دسترس نمودن ادبیات حقوقی خب جهانی نیست، خب امکانیت دارد و البته همزمان در بنای نوی سودی عالی جمهوری تاجیکستان زیاده از 4 تالار کشود بر هوا کشوده و استفاده داده شد که تالارهای مذکور برای گذراندن مرافعه های سودی اینچنین جمامت ها و دیگر واخوری های رسمی خیلی مفید می باشد، چون که در اینجا تمام شرایط های ضروری مطابق به استانداردهای بین المللی مهیا گردیده است. حاضرین گرامی، در ابتدا همه شما را به مناسبت افتتاح بنای نوی سودی عالی که در آن بهترین شرایط و امکانات کاری فراهم آورده شدند تبریک میگویم. چند روز پیشتر مردم کشور یکی از صحنه‌های تاریخی 30 سالگرد قبولی نخستین کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال را تجلیل نمودند. استقلال دولتی همچون بزرگترین دستاورد مردم شریف تاجیکستان و کنستیتوسیا همچون سند تقدیرساز حیات خلق تاجیک ارزش‌هایی میباشند که با هم پیوند ناگسستنی دارند. این ارزش ها راه آینده درخشان کشور و مقصد و مرام مردم آن برپا کردن دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و اجتماعی را معین و هموار ساختند. طبق کنستیتوسیا حاکمیت سودی یکی از رکن‌های مهم دولت صاحب اختیار دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی می باشد. حاکمیت سودی، رعایت و حفظ حقوق و آزادی های انسان، منفعت های دولت و تشکیلات و مؤسسه ها را کفالت دادن، فعالیت آن و تأمین نمودن قانونیت و عدالت اجتماعی روانه شده است. یعنی کنستیتوسیا و قانون ها تنها به سود وکالت دادن که انسان را از آزادی محروم سازد، گناهکاری و بیگناهی شخص را مقرر نماید، حیات، قدر و ناموس، مالکیت و دیگر حقوق های انسان، منفعت های دولت و تشکیلات و مؤسسه را حفظ کرده، ولایت قانون و عدالت اجتماعی را تأمین نماید. طبق معیارهای کنستیتوسیا نقش و موقع حاکمیت سودی در پیشرفت جامعه خیلی مهمی باشد. معیارهای کنستیتوسیا کفیل واقعی حفظ حقوق و آزادی های انسان، تحکیم قانونیت، ترتیبات حقوقی و در مجموع نشانه مهمترین جامعه عدالت پرور، دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی و اجتماعی می باشد. با در نظر داشت آنکه عدالت سودی یکی از واسطه‌های اساسی و با اعتماد حل بحث ها و حفظ حقوق و آزادی های انسان و شهروند می باشد،
سودیاها وظیفه دارند که فعالیت خود را تنها در اساس کنستیتوسیا و قانون ها برامانند. آنها وظیفه دارند که هنگامی به عمل برآوردن عدالت سودی مستقل و بی‌غرض باشند و قرارهای سودی را تنها در دایره طلبات قانون قبول نمایند. سودیاهای محترم، با در نظر داشت مقام و نقش حاکمیت سودی، تا امروز برای تامین نمودن مستقلیت سودها اقدامات نظررس عملی کرده شدند. قبول و عملی نمودن 4 برنامه اصلاحات سودی و حقوقی، تکمیل قانونزاری مادی و مرافعوی، افزایش هر ساله مبلغزاری مقامات سودی، بلند برداشتن معاش سودیاها و کارمندان دستگاه سودها از جمله اقدامات ذکر شده می باشد. همچون در سمت تأمینات مادی و تکنیکی سودها و با بنا و تجهیزات معاصر تأمین نمودن آنها تا امروز خیلی کارهای نظررس انجام داده شدند. باید یادآور شد که حاکمیت سودی و رشد آن ثمره استقلال دولتی و یکی از دستاوردهای آن به حساب می روند. هنوز 10 مارس سال 1992 با وجود شرایط نهایت حساس و دشوار با قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سودهای اقتصادی تأسیس داده شدند. بعداً برای عملی گردانیدن عدالت سودی در قواهای مسلح سال 1993 کلیگی حربی سودی عالی و ماه ایون سال 1994 سودهای حربی گاریزان‌ها تأسیس داده شدند که پیشرفت مهم در نظام سودی کشور حساب می‌آورند. با قبول کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال، پرینسیپ و معیارهای حاکمیت سودی مقرر و ترتیب فعالیت آنها مشخص گردید. در همین اساس سال 1995 جهت رشد و تکمیل فعالیت مقامات سودی 6 قانون کنستیتوسیونی قبول کرده شد. قانون‌های ذکر شده فعالیت سودهای کشور و نظام سودی مملکت را مکمل گردانیدند. بعد از قبول فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 14 اپریل سال 1997 درباره بعضی چاره‌های تأمین مستقلیت حاکمیت سودی، مسئله‌های بهسازی شرایط مادی و تکنیکی سودها دوره به دوره حل و فصل کرده شدند. در این روند 6 آگوست سال 2001 قانون کنستیتوسیونی درباره سودهای جمهوری تاجیکستان قبول گردیده، معیارهای حقوقی ساحه مکمل و ساختار سودی کشور تکمیل داده شد. سال 2014 این قانون کنستیتوسیونی در تحریر نو قبول گردید و آن حالا فعالیت سودهای عمومی را تنظیم می کند. با مقصد تحکیم حقوقی مناسبت های نوی جمعیتی 22 ایون سال 2003 برای رای پرسی عمومی خلقی به کنستیتوسیا تغییر و اضافه ها وارد کرده شدند که یک قطار معیارهای آنها و تحکیم و تکمیل منبعه حاکمیت سودی روانه گردیده بودند. از جمله مهلت وکالت سودیاها از 5 به 10 سال بالا برده شد. رابریت سودیالی خوب معلومات دارند و شاهدان بودند. در رفت تایی کنستیتوسیا، لایه کنستیتوسیا و بعضاً تغییرات اضافه واری کردن سیمراتی باید. و لایه های خودی مقامات حاکمیت سودی فکر اندیشه شخصی من این بود که تجربه کشورهای متمدن جهان آموختن مقصد داشتن که سودیا ها را یک عمره تعیین کردن نکن. لیکن وقت نشان داد که حالا ما آماده نیستیم. برای این متخصص در کار.
متخصصان سطح بلند کسبی بعدن در جامعه باید کروپسی ریشه کن کرده شود. پیش از همه در مقامیت حکومتی سودی. بازه مادی و تکنیکی تامین کنیم. شرایط خوبی درجه کاری مهیا سازیم. از جانب حکومت مملکت جهت دستگیری و تحکیم فعالیت حکومت سودی واحدهای علاوگی کاری جدا گردیده شماره کارمندان ساعت 252 واحد کاری 116 سودیه و 136 کارمندی دستگاه سودا زیاد کرده شد. در این روان با مسئله جلب وسیع زنان و بانوان و بلندبرداشتن مقام آنها در حیات جمعیتی در نظام حاکمیت سودی نیز توجه خاص ظاهر کرده شده شماره سودی ها از حساب زنان زیاد گردید. امروز در نظام حاکمیت سودی مملکت از 385 سودی 97 نفری آنها زنان می باشند که در وظیفه های رئیس سود، معاونی رئیس، رئیس کلیگی سودی و سودی فعالیت داشته در تأمین عدالت سودی سمی نظر از زاشته استادان. نتیجه جنبست فعالیت سودها در سالهای 2020-2023 و 9 ماه سال 2024 نشان می‌دهد که با سودهای کشور در این دوره بیش از 732 هزار پرونده و درخواست و پیشنهاد وارد گردیده است. چنانکه بارها تأکید کردم، بلندبرداشتن معرفت حقوقی اهالی یکی از راه‌های موثری پیشگیری کردن قانون ویران کنی ها می باشد. هدف اساسی سال معرفت حقوقی اعلان گردیدن سال 2024 نیز از همین عبارت. سیاست دولت در این سمت در اساس سندهای معیاری حقوقی از جمله فرمان پرزیدنت و قرارهای حکومت مملکت، اینچنین برنامه تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان تاجیکستان برای سالهای 2022-2023 عملی کرده می شود. حاضرین گرامی، مسلم است که سندهای سودی از نام دولت برآورده می شود و آنها باید به طلبات قانونگذاری مطابقت نموده برای برقرار گردیدن عدالت اجتماعی روانه کرده شوند. هر یک کمبودی که شما کارمندان سودها در فعالیت کاری راه میدین، این بها میتن نسبت بر فعالیت رهبر دولت. و هر یک قراری که شما میبرارید از نام دولت را میکنید. فعالیت کاری شما را من خوب میدانم. زمان رهبر دولت شدن نه. از زمان زینهای پایانی من همچون کاتیبی پراولینه کالخواست، همچون رئیس اتفاق کسبه سوخواست، بعدن کاتیبی پرکام، سالخوی طولانی من مشورت چی سود بودم. من بسیار اشتراک میکردم در پروسس های سودی. من اشتراک میکردم در حالت رئیس سود قرار قبول کردن، براوردن. نظم میدانم، مشکلی ها را میدانم. که در همان زمان رئیس سود چی مشکلات داشت؟ نه نقلیات بود، نه شرایط کاری. به نزدیکی کندن سودی نایه دنگره یک خانچه داشته، یک تالاری چلکس میشته که تمام لایی. همین به این آباد گرفته اهمیت داده باشن. ما با ساختن بناها، معاشا را بلند برداشتن دیگر که سود را ایسا ایسا تامین کنیم که از دیگر را کم وابستگی داشته باشن. دلیل ها نشان می دهند که با وجود تدریجاً بهتر گردیدن کاری سودها در فعالیت آنها هنوز کمبودی و نارسایی ها از جمله رعایت نگردیدن مهلت بررسی پرونده ها سری وقت به طرف ها نسپاریدن سندهای سودی بیکار شوی سندهای سودی و بی احترامی نسبت به شهروندان به نظر می رسد. رفتار چند پیش صادر کرده سابق رئیس سودی نایه شمسین شاهین که با دغلانه ویران کردن نه تنها کادکس آداب سودی بلکه عادی ترین آداب انسانی سرباز خوشکتهای سرحدی را هنگام ادای خدمت در موضع دوردست سرحدی دشنام و لطب کوب کرده است. مثال این می باشد. و خدمت کرده ساده است. سوگن یاد کرده است. و وظیفه دار است. لطب کوب کردن چی معنا دارد؟ تو فرزند نداری؟
انا برای همین یگان رئیس سود فرزندش خدمت نمی کند با قدر خدمت هم نمی رسد انا که مناسبت میکند. بعضی سودی ها در وقتی بررسی پرونده ها بی اهمیتی ظاهر نموده به دلیل ها بهای درست حقوقی نمی دهند و حالات های برای پرونده اهمیت داشته را همه طرفه نمی سنجند. چون این طرز مناسبت باعث تطبیق نادرست قانون ها قبول صنعت های غیر قانونی و در نهایت بیکار شدن قرارهای قبول کرده آنها میگردد. با همین سبب در ظرف سالهای 2020 2023 و 9 ماه سال 2024 از جانب سودهای بالایی بیش از 1700 قرار سودهای پایانی بیکار گردیده است. اینچنین طبق معلومات قریب 1400 حالت رعایت نگردیدن مهلت بررسی پرونده ها با خیلی گرفته شده است. در دوره ذکر شده از جانب سودی عالی 2320 مراجعت شهروندان دایر به کردار سودیه ها و کارمندان دستگاه سودها بررسی گردید است. قسم زیاد مراجعت های شخصان واقعی و حقوقی که به دستگاه اجرای پریزیدنت وقتهای آخر وارد می شوند شکایت از عمل های سودیه ها کشالکاری در بررسی پرونده ها و ناراضگی نسبت به صنعت های سودی می باشد. پیش زمان سالهای 90 تا 2000 تا مرکز ملی تستی تاسیس دادن هزارها عرض شکایت مردم از همه بیشتر درباره داخل شدن به دانشگاه و دانشکده عالی مملکت بود. ناراضی از قبول امتحان و بالای فرزنداشون. حاضر بجای اون ایواز شد است. در وقت امتحان سپاری بعد امتحان یا 5 یا 7 یا 6 یا 3 شکایت وارد می شود. از همه بیشتر خالی سودها. سالهای 2023 و 10 ماه سال 2024 با دستگاه اجرای پریزیدنت دایر به این حالت ها 4332 مراجعت وارد گردید است. بعض از شهروندان بنابر حل نشدن این مسئله هاشان و یک طرفه بررسی گردیدن دعوای آنها تکرار به تکرار مراجعت می کنند. همچنین تاکید می سازم که حالت های به حقوق و ایران کنی و خصوص به کردارهای جنایتی دست دادن بعضی سودیه ها و کارمندان دستگاه سودها حالا هم جای دارند که چنین وضع ما را به نگرانی و تشویش جدی آورده است. از سال 2014 تا سال 2024 نسبت به 107 نفر از جمله 45 نفر سودیه ها، معاونان و رئیسان سودیه های شهرنایان پرونده های جنایتی آغاز و تفتیش کرده شدند به مولت های گوناگون از آزادی محروم و از صف مقامات سودی خارج گردیدند. جنایت های صادر شده اساساً دارای خصوصیت کروپسیونی از جمله قلابی، برآمدن از حد وکالت های خدمتی، رشوه‌گیری، برآوردن حکم ناعادلانه از جانب سودها و کارمندان مقامات سودی می باشد. باعث نگرانی است که صادر شوی جنایت از جانب کارمندان مقامات سودی سال تا سال زیاد شده ایستاده است. در 10 ماه سال 2024 26 جنایت نسبت به 16 نفر وقوع گرفته شده است. بار دیگر تاکید می نمایم که از جانب سودها ضمن تطبیق عدالت سودی با کمبودی و قانون ویران کنی ها از جمله قبول صنعت های غیر قانونی کشالکاری بی اساس در جریان بررسی پرونده ها نظارت نکردن به اجرای صنعت های سودی و کمبودی های دیگر راه داده می شود. مثلا در دوره سال گذشته و 9 ماه سال جاری در مقیاس کشور 1008 صنعت سودی با پرونده های جنایتی از جمله 709 صنعت با اعتراض پرکرارها و 299 صنعت با شکایت کساتسانی و نظارتی محکوم شدگان، جبر دیدگان و نمایندگان آنها بیکار و تغییر داده شده است. در سال 2023 با اعتراض کساتسانی پرکرارها 11 حکم غیر قانونی سودی بنابر تعیین گردیدن جزای سبک بیکار گردیده است. پوشیده نیست که چنین حقوق ویران کنی ها با سبب منفیت داری مادی و مالیوی سودی ها با وجود می آید. چنین حالت ها نیست جای دارند که از جانب سودهای مرحله های کساتسانی و نظارتی ولایت ها و شهری دوشنبه
اعتراض پرکرارها بی اساس رد کرده شده سنهتای بر علا غیر قانونی صدها به تغییر گذاشته بشن. همچنین در بعضی موردها صدیه ها پرونده های جنایتی را بی اساس با تفتیش ایلاوگی برمیگردانند. در حالت های علایده خانون نظری بعضا صدیه ها در جریان برسمیت دراری سنت های صدی باعث غیر امکان گردیدن استعداد جنایتکاران شده است. از جانب صدها هنگام بررسی پرونده های مدنی و ماموری نیز با کمبودی و قانون ویرانکنی ها از جمله بی اساس اعتراف کردن حقوق مالکیت و ساختمان های خودسرانه، از حسابات آمار پنهان نمودن چنین پرونده ها، کم کردن حجم جریمه و مانند اینها راه داده می شود. حالت های بر علا غیر قانونی قبول کردن سنت های سعودی از روی چنین پرونده ها جای دارد. در فعالیت کارمندان مقامات سعودی باز یک طرفدار نگران کننده مشاهده می گردد. بعضی سعودی ها از پیشنهاد کردن معلومات دایر به پرونده های حقوق ویران کنی ماموری با کارمندان پرکراتور جنرالی همچون مقام نظارتی سرپیچی می کنند که چنین حالت خلاف قانون و تشویش آور می باشد. در نتیجه چنین رفتار سعودی ها اکثر قرارهای غیر قانونی آنها در این سمت تنها از روی مواد پیشنهاد کرده مقامات کارهای داخلی آشکار گردیده و چنین سند ها 59 اعتراض نظارتی آورده، 49 اعتراض بررسی و قانع کرده شده است. حالت های زیادی جای دارند که برای صادر کردن جنایت های مختلف نسبت به شخصان گناهگار در برابر جزای اساسی اینچنین جزای ایلاوگی در نمود مصادره مال و ملک تعیین کرده می شوند. حتی از لحظه به حبس گرفتن شخص گمانبر با صادر کردن جنایت برای پنهان نکردن مال و ملک برای جنایت به دست آورده از جانب او به مال و ملک حبس گذاشته می شوند. طبقی طلبات قانونگذاری مال و ملک در حبس قرار داشته یا با حکم صد مصادره گردیده تا سپاریدن به مالکیت دولت باید تحت محافظت و نگاهداری قرار داده شود. اما تا قبول قرار نهایی صد و بعد از قبول قرار مال و ملک مصادره شده از جانب شخصان علایده با مسئلت پیشکی تصرف گردیده با تجهیزات فرسوده و کارناشایم ایواز کرده می شود. در نتیجه ایساده مال و ملک مصادره شده غیر امکان گردیده برقرار سازی آن از بودجه دولت مبلغ زیاد را طلب می کند. بنابراین مقامات سعودی، پرکراتور، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی را ضرور است که نظاره را در این سمت پرزور نموده برای حفظ و نگاهداری مال و ملک مصادره شده تدبیرهای ضروری اندیشد. تکرارا تاکید می‌سازم که پیشگیری نمودن حقوق ویران کنی‌ها در فعالیت سودیه‌ها و کارمندان دستگاه سودها یکی از وظیفه‌های اولین درجه ای را واریت مقامات سودی به حساب می‌رود. ضرور است که با مسئله های جابجاگذاری درست کادر، بلند برداشتن سطح تخصصی و آمادگی کسبی آنها، اینچنین اندیشیدن چاره های قطعی جهت پیشگیری و برطرف نمودن عامل های به کروپسیا مساعدت کننده اعتبار اولین درجه داده شود. آنها وظیفه دارند که کارهای تاثیر بخش پیشگیری کننده را منتظم عملی نموده، مقامات را از شخصان تصادفی که به شأن و اعتبار مقامات سعودی اسناد می آورند تازه نمود. از جانب رهبریت مقامات سعودی هنگام انتخاب و جابجاگذاری کادر شخصیتی آنها باید همه طرفه مورد آموزش قرار داده شود و در برابر دانش و تجربه اینچنین آداب و اخلاق و مسئولیت شناسی آنها نیز سنجیده و به اعتبار گرفته شود. وابسته به این ضرور است که سعودی‌ها و کارمندان مقامات سعودی منتظم از کورس‌های بازآموزی تکمیل اختصاص و زبان آموزی گذرانده شود. رئیس سودی عالی ما سپارش داده بودیم که هر یک کارمند حتما دو زبان را به درجه زبان مادری دانند. در برابر این حل مسائل تشکیلی یعنی فراهم آوردن شرایط ضروری مادی و تکنیکی از جمله
با بنای تجهیزات معاصر تامین نمودن سودها بهداشت وضع اجتماعی و زندگی سودیا یکی از عوامل‌های تحکیم حاکمیت سودی میباشد. در سالهای آخر جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت ثمرناک سودها بنای معمولی سودهای یک قطار شهر نایا از نو بنیاد گردیدند. از جمله بنای سودهای شهر نایای راغون، شهرستان، شمسالدین شاهین، دنگرک، شونیان، نوراباد، تاجیک‌آباد، سنگوار، ورزاب، درواز، ون، شغنان، بلجان، واسه و کویستان مچا از نو ساخته بنای سودهای دیگر شهر نایا تأمین اساسی گردیده با تجهیزات و شرایط معاصر تأمین کرده شدند. از جمله بنای نوی سودی عالی که امروز افتتاح گردید از حساب بودجه جمهوری بنیاد کرده شد. به نهایت درجه عالی شرایط کاری. همچنین حالا ساختمان بنای سودی نایای سینای شهر دوشنبه ادامه دارد. در روزهای جشن استقلال دولتی بنیاد سودی ولایت سود عبارت از 7 آشیانه که در آن سودی ولایت، سودی اقتصادی ولایت و سودی حربی گردیزان خودجان جایگیر می شود آغاز گردید. عموما این کار ادامه دادن در کار بناهای حاضر زمان سال به سال تا با آخر بردن در کار که شرایط در شهر نایا شرایط درجه بهترین کاری و فعالیت زندگی سودی ها گردد. حکومت مملکت معاش سودیا و کارمندان دستگاه سودها را دوره به دوره بلند برداشته ایستاده است. از جمله اندازه معاش آنها سالهای 2008 و 2010 هر سال 40%، سال 2011 100%، سالهای میانبعده بارها از 15 تا 30% و از 1 ایول سال جاری معاش سودیا 100% و کارمندان دستگاه سودا 40% زیاد کرده. محترم کارمندان مقامات سودی، جامعه امروزه از هر یک کارمند مقامات دولتی بخصوص از سودها و کارمندان سودها رعایت و اجرای حتمی قانونها، معرفت و دانش و سطح بلندی کسبیت، اینچنین آداب و اخلاق نمونوی، بی‌غرضی و پاکیزگی را طلب می‌نماید. از این لحاظ سودیا باید هنگام اجرای وظیفه در همه حالت و سوگند خود صادق باشد. شأن و شرف سودیاگر را نگاه دارند، وکالت‌هایشان را با مسئولیت بلند انجام دهند و به خلق صادقانه و بی‌غرضانه خدمت کنند. در نتیجه زیادشوی شماره اهالی و رشد استوار و باثبات ساحه‌های مختلف حیات جامعه، شماره پرونده‌های سودی نیز سال به سال زیاد شده، این حالت باعث افزایش سرباری سودیاها گردیده ایستاده است. لیکن این حالت نباید برای بی‌صفت و با ویران نمودن مهلت‌های با قانون مقرر شده بررسی کردن پرونده ها اساس گردد. رابرت مقامات سعودی را ضرور است که برای تامین گردیدن بررسی سری وقتی پرونده ها و قبول قرارهای قانونی و اساسناک تدبیرهای اضافه اندیشید. تدبیرهای اندیشیده شونده باید برای هرچه زودتر برطرف نمودن کمبودی و نارسایی های در فعالیت سعودی ها و کارمندان دستگاه سعود ها جای داشته و مهمتر از همه به تامین گردیدن عدالت سودی مساعدت نماید. رابرت مقامات سودی را همچنین ضرور است که برای پیشگیری کردن جنایتکاری و تربیه حقوقی شهروندان برگزاری چارابینی‌ها را با رای گذراندن مرافعه‌های سودی سیار، شعبت و واکری‌ها و استفاده از واسطه‌های اخبار عموم زیاد نماید. بخصوص پیشگیری کردن قانون‌شکنی‌ها در سمت تنظیم جشن و مراسم و مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک تقاضا می نماید که سودیا هرچه بیشتر فهمانیدن مضمون و محتوای قانون را در بین اهالی برامان و مردم فهمانیدن معیارهای کیسوسی همچون سندی عالی حقوقی یکی از وظیفه های مهمی کارمندان مقامات سودی در روند بلندبرداشتن معرفت حقوقی اهالی می باشد. علاوه بر این بررسی مراجعات های شخصان واقعی و حقوقی در فعالیت مقامات سودی تقویت داده شده، اجرای قانون درباره مراجعات‌های شخصان واقعی و حقوقی و حل سری وقتی مراجعات شهروندان باید تأمین کرده شود. باور دارم که رهبریت و کارمندان مقامات سودی از نارسایی‌های ذکر شده خلاصه‌های ضروری برآورده هر چه زودتر آنها را اصلاح و برطرف می‌سازد.
هر یک شما وظیفه دار هستید که فعالیت خود را در دایره قانون و به خاطر ولایت قانون برای مدت در تامین قانونیت رعایت حقوق آزادی انسان و شهروند و عملی نمودن عدالت سودی سوی ارزش مگذارید. در آخر با همه شما سودیه ها و کارمندان مقامات سودی کشور سلامتی و برای کار میخواهند. سلام باشید. پنجم دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی بنای مؤسسه دولتی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان را بعد نوسازی با استفاده دادند. پنجم دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی بنای مؤسسه دولتی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان را بعد نوسازی با استفاده دادند. بنای مؤسسه دولتی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان با نام آکا شریف جورایوف با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان از تعمیر برآورده شده، در آن برای کار و ایجاد اهل هنر امکانات مطابق با طلبات فراهم گردیده است. روزی عید مبارک بود که قدمی نیکی پیشوای معظم ملت را استقبال گرفتیم. شرایط پیش خوب نبود و حاضر میبینید که با کلی فرق دارد. از حکومت تاجیکستان میندارم که با ما یک چنین شرایط خوب را مهیا نمودند. شخصا از پیشوای معظم ملت که غمخوری صنعتکاران است مینداری خودم رو و اهل هنرمندان رو بیان میسازم. از ابتدا محترم جناب عالی با ساحه فرهنگ ساحه هنر توجه خاصه داشتند، زیرا معلوم است که مدنیت فرهنگ زمینه رشد و کمال یک ملت است، یک عنصر مهمی پیوستگی و همبستگی جامعه می باشد. ما واقعا خیلی منتدار و خیلی ممنون می باشیم از این تحفه خیلی بزرگ و قیمت است. اطلاع داده شد که در رفت کارهای ساختمانی دهلیزها تالار برهوای مؤسسه با 989 جای نشست، 10 حجره پردازگری و یاری رسان از تعمیر برآورده شد. در تالار کنسرتی دستگاه های تقویت آواز، چراغ های نوی رنگه و مانیتور کلان نصب گردیده است. در مجموع در تالار برای برگزاری چهارابینی های سطح بلند هنری شرایط ضروری فراهم آورده شده است. بام بنا ایواز و نمای بیرونی آن نوسازی گردیده است. فواره ها برقرار شده، صحن بنا با گل و بوته های آرایشی و سایه افکن آرایافته است. تا این دوره از نوسازی فیلارمون دولتی تاجیکستان شرایط های مکمل نداشت و از این خاطر بعد از نوسازی یعنی تمام شرایط های همو گویم که تمرین یعنی مشق و تمرین نمودن، بعدن گذراندن کنسرت های با شکوه، یعنی که اکوستیکای تالار بزرگ خیلی خوب و گوارا شده است که میتوانند نه اینکه هنرمندان تاجیک بلکه هنرمندان بیرون از خارج کشور در این تالار بزرگ خدمت کنند و برنامه های ایجادی خیش را برپا نمایم. ما از این دستگیری های سرور دولت بسیار مینداریم، چون با ما هنرمندان توجه خاصه دارند. امروز برای ما یک شرایط خوبی کاری فراهم آورده شد و این بعد با خلق خود با ملت دولت خود البته سرودای نو ایجاد کرده پیشکشی تماشابینان میگردانیم. البته پرزیدنت کشور محترم امومالی رحمان مسئولین وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان را با استفاده با ثمر از امکانیت فراهم آورده حکومت کشور، ایجاد آهنگ و سرودهای بلند مضمون، جلب جوانان صاحب استعداد به کار، تلقین خودشناسی و معنویات بلند در نهاد شهروندان هدایت نمودند. تالار کنسرتی و راهرو و حجره های کاری فیلارمونیای دولتی تاجیکستان تعمیر طلب شده، برای گذراندن چهارابینی های سطح بلند فرهنگی جوابگو نبود. سیاست فرهنگ پرورانه حکومت کشور امکان فراهم آورد که اهل هنر برای کار و ایجاد از امکانات زمانوی بهره ور شوند. این تحفه نوبتی راهبری دولت هوسمندی هنرمندان را برای ایجاد اثرهای نو از جمله سرود و آهنگ های جذاب افزون میگرداند. سخن حکمت آمیز
جناب عالی در مسئله فرهنگ این است که گفتند فرهنگ هستی ملت است. واقعا هم فرهنگ می تواند که ملت ما را در بین جهانیان آشنا سازد. غمخوری های پیوسته رهبری دولت ما فرهنگیان را وادار می سازد که من بعد نیز در ساحه خود پیشرو باشیم و برای غنی گرداندن فرهنگ ملی امان کوشش کنیم. خرسندی هنرمندان فیلارمون دولت دویستان را حد و کنار ندارد، زیرا که امروز در تالار این فیلارمون دولت دویستان پیشوای ملت محترم جناب عالی تشریف آوردند و شخصا برای من بسیار یک روزی فراموش نشونده است، زیرا که تا این سالهای خیلی زیاد بود تالار فیلارمونیا در یک حالت ناگوار بود و امروز با دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت فرهنگ پرور علم پرور امروز با تمام دستگاه های تکنیکی و برقی تالار فیلارمونیا دولت دویستان را کمک کردن دستگیری کردن و همه از نوسازی شده است و ما با تمام قلب با تمام سپاسگزاری میکنیم برای این کمک های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. برای هنرمندان فیلارمون دولتی تویستان یک چیز است که باید که زیادتر ایجاد کنند و برای همین خلق و همین ملت و همین دولت باید که خدمت خود را دریافت نمودند. در درآمدگاه مؤسسه دستاوردهای ساختارهای زیرتابه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به نمایش گذاشته شده بود. ضمن بازدید از نمایش رهبری دولت تاکید نمودند که هنرمندان باید با استعداد فوق العاده و سرودهای بلند مضمون در بلند برداشتن معنویات شهروندان و معرفی فرهنگ و تمدن والای تاجیکان در عرصه بین المللی سهمگذار باشند. پنجمی دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی بنای نوی پراکوراتورای ناحیه سینا و دانشکده آموزش مساله های قانونیت، ترتیبات حقوقی، جنایتکاری و تکمیل اختصاص کارمندان مقامات پراکوراتورای جمهوری تاجیکستان را مورد استفاده قرار دادند. 5 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی بنای نوی پراکوراتورای ناحیه سینا و دانشکده آموزش مساله های قانونیت، ترتیبات حقوقی، جنایتکاری و تکمیل اختصاص کارمندان مقامات پراکوراتورای جمهوری تاجیکستان را مورد استفاده قرار دادند. این انشاءات که طرح معاصر و شرایط مساعد کاری دارند با تشکل سمت های فعالیت در مقامات پراکوراتورای کشور زمینه معاصر میگذارد. بنای پراکوراتورا در نویه سینا در اساس دستور سپرشای پیشوی معظم ملت جهت تامین مقامات حوزه حقوق با شرایط خوبی کاری با طرح نو و جوابگو با طلبات زمان معاصر با تمام انفراستراکتوری ضروری بنیاد گشته با تکنیکا و تکنولوژی زمانوی مجهز گردانده شده برای کارمندان شرایط خوبی کاری مهیا کرده شده است. بنای نوی پراکوراتورای ناحیه سینا دارای 38 حجره مجهز با لوازمات صحوی بوده، استفاده از این امکانات به تامین هرچه بیشتر شرایط کاری مساعدت می نماید. ما کارمندان پراکوراتورای ناحیه همه طرفه کوشش به خرج می دهیم که با مقصد عملی ساختن قرار و قانونهایی که به نفع دولت و ملت و دستور و سپرشوی پریزیدنت مملکت روانه گرده است، تدبیرهای مشخص را عملی نموده با ولایت قانون عرض داشته وظیفه خدمتی در ذمه بوده را در نزد خلق و وطن به انجام رسانیم. مجلسگاه با 130 جای نشست، کتابخانه، تالار مشق و تمرین، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان روند فعالیت این نهاد نظارتی را مکمل میگرداند. کارمندان پراکوراتورای ناحیه امکان دارند در وقت خالی از تکنولوژی معاصر و کتابخانه تأسیس شده که به شبکه اینترنتی پیوست میباشد ادبیات صحیح را استفاده نموده دانش و ملکه کسبی خود را صیقل دهند.
سرور دولت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی با این امکانات فراهم شده مسئولین را در سمت پیشگیری قانون شکنی ها از جمله تروریسم و اکستریمیسم و تامین ولایت قانون با راه تشکل معرفت حقوقی شهروندان وظیفه دار نمودند. سپس پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با روند فعالیت در دانشکده آموزش مساله های قانونیت، ترتیبات حقوقی، جنایتکاری و تکمیل اختصاص کارمندان مقامات پراکراتورای جمهوری تاجیکستان شناس شدند. تأسیس دانشکده محصول تدبیرهای سری وقتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بوده، در آماده کردن کادرهای بلند اختصاص، لیاقتمند و از لحاظ حقوقی رشد یافته نقش مؤثر دارد. دانشکده پراکراتوری جنرالی فعالیت خود را در سمت های گوناگون از جمله عملی سازی برنامه های تعلیمی با مقصد بازآموزی و تکمیل دانش کارمندان مقامات پراکوراتورا، همکاری با مؤسسه های تحصیلات عالی کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی و انستیتوهای جامعه شهروندی، کارهای علمی، تدقیقاتی، فعالیت تعلیفاتی و غیره پرسمار انجام داده ایستاده است. دانشکده آموزش مساله های قانونیت، ترتیبات حقوقی، جنایتکاری و تکمیل اختصاص کارمندان مقامات پراکراتورای جمهوری تاجیکستان 13 تالار، 17 حجره کاری، سیمخانه های کامپیوتری، کتابخانه و دیگر انفراستراکتور مکمل دارد که با تشکل دانش حقوقی و تقویت مهارت کسبی کارمندان مساعدت می نماید. موجود بودن تجهیزات های زمانوی، تالارهای برهوای گذراندن مشغولیت های سمیناری و کنفرانسی ها با ما کارمندان دانشکده امکانیت می دهد که فعالیت ما را در سمت های گوناگون عملی نموده، کارهای علمی تدقیقاتی و فعالیت علمی تدقیقاتی را پیش برده، برای مستحکم کردن قانونیت، ترتیبات حقوقی و میهن پرستی سهمی با سزای خودمان را گذاریم. طبق طلبات در دانشکده کورس های کوتاه مدت بازآموزی و تکمیل اختصاص کارمندان از روی اختصاص های حقوق شناسی، فعالیت سودی، پراکوروری و مفتشی براه مانده شده. همه سالا زیاده از 600 کارمندان مقامات پراکراتورا می توانند در دایره برنامه های تعلیمی دانش و ملکه کسبی خود را تکمیل دهند. تعلیم از جانب 17 آموزگار صاحب تخصص صورت می‌گیرد که در این نهاد نظارتی سابقه زیادی کاری دارند. سرور دولت محترم امام علی رحمان با مسئولین برای آموزش عمیق دانش‌های صحاوی با کارمندان و استفاده امکانیت‌های موجوده در سمت تکمیل تجربه و حفظ منفعت‌های ملی دستور و هدایت‌ها دادند. پنجم دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی با کارهای انجام یافته در آبادانی و نوسازی خیابان اسماعیل سامانی پایتخت و پل ماشینگرد در بالای دریای دوشنبه شناس شدند. در دایره لایحه مذکور از خیابان اسماعیل سامانی تا بوریش خیابان سینا که مسافه اش 3 کیلومتر است با استفاده تجهیزات روشن‌دهنده کم مصرف برقی کارهای روشن‌نمایی در سطح بلند به انجام رسانیده شده است. پنجم دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی با کارهای انجام یافته در آبادانی و نوسازی خیابان اسماعیل سامانی پایتخت و پل ماشینگرد در بالای دریای دوشنبه شناس شدند. اطلاع داده شد که کارهای نوسازی در اینجا در اساس دستور سپارش های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال 2020 آغاز گردیده با طرح مؤثر و صفت بلند به انجام رسانیده شد. باید گفت که پلی مذکور تا زمان صاحب استقلالی ساخته شده با مرور زمان دو شفت اون به تعمیر و نوسازی نیاز پیدا کرده بود. برای تامین استواری در این شهاد نخست از دو کنار پلی ماشینگذر ستونپایه های بتونی بنیاد شده، سپس بالای آن با پنجره های منقش آهنی با رعایت عنصر های معماری ملی و جهانی آرا داده شده است. در آرایش کنستروکسیه های متالی پل مذکور مصالح بلند صفت استفاده گردیده است که برای سالیان دراز خدمت نمودن آن مساعدت می نماید. با مقصد سبزکاری و خورمگردانی در اطراف پل مذکور درختان سایه افکن و گل و بوته ها شینانیده شده است که زیبایی این موضع را دوچند می نماید. این روز می سازد ارزیابی کرد که سازمان و تشکیلات های بین المللی شهر عزیز ما را یکی از شهرهای امن‌ترین و زیباترین ارزیابی نمودند و به این کار و پیکار ماندگار پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و شهردار شهر آفر
دوشنبه نازنین محترم رستم امام‌علی پایتخت محبوب ما شهر دوشنبه دیگرگون گردید. اینچنین در دایره لایحه مذکور از خیابان اسماعیل سامانی تا بریش خیابان سینا با مسافه 3 کیلومتر با استفاده تجهیزات روشنی دهنده کم مصرف برقی کارهای روشنی نمایی در سطح بلند به انجام رسانیده شده است. مخصوصا شبانه هنگامی گذشتن از بالای پل مذکور منظره زیبای جالب به نظر می رسد که توجه هر یک ساکن و مهمان شهر دوشنبه را به خود می کشد. در رفت آرایش پل ماشین گذر که از دو کنار راه 6 قسمت را تشکیل می دهد با استفاده از کنستروکسی های آهنی 15 نقطه ادارکنی ساخته شده با درازی 473 متر پنجره های آهنی دارای طرح و اسلوب معاصر نصب گردیده است. حالا ما در کوچه های شهر دوشنبه سیر و گشت کرده ایستاده ایم. روز از روز پایتخت ما دوشنبه ما آباد و زیبا گشته ایستاده است. این همه با کوشش ها و با زحمت های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه می باشد که ما جوانان امروز در چنین یک وطن آباد و زیبا گلگون شکوفان صاحب استقلال عمر به سر می بریم. این آبادانی، این زیباگی به همه ما مردم، به ساکنان پایتخت یک روح روانی تازه می بخشد. بلندی آرایشات کنستروکسیونی در قسمت های علاهیده از 16 تا 21 متر را تشکیل می دهد. لایحه شکل دهی پل مذکور با نظرداشت به خطری حرکت در راه تهیه شده، راه های پیاده‌گرد دو جانب آن هم نوسازی شده است که برای رفت و آمد پیاده‌گردان به خطر است. در کارهای نوسازی و آبادانی این پل و خیابان اسماعیل سامانی 100 متخصص وطنی و خارجی فعالیت نمودند. مورد ذکر خاص است که طول 7 سال اخیر در شهر دوشنبه ساختمان و برقرار نمودن 6 پل، 2 استکاده 300 ها به انجام رسیده با مسافه زیاده از 160 کیلومتر راههای ماشینگرد بنیاد و نوسازی شده است. در دایره نقشه جنرالی شهر دوشنبه لایحه ساختمان باز 9 راه دو سطحه دیگر به نقشه گرفته شده است که پس از ساخته به استفاده دادن آنها حرکت واسطه های نقلیات معتدل گردیده سرباری کم کرده می شود. ضمن بازدید از کارهای انجام یافته در بالای پل مذکور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با ذوق و مهارت بیناکاران بهای بلند داده تاکید نمودند که کارهای آبادانی و سازندگی در دایره آمادگی به استقبال سزاوار از 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باید همه‌جانبه رواج داده شود. پنجم دکبر بخشیده با تجدید و نوسازی بنای فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام آکا شریف جورایف برنامه فرهنگی برگزار گردید که در آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی اشتراک نمودند.
Joe!